سلام دوستان وقتتون به خیر باشه چیزی در حدود شش ماه از اتفاقات فلسطین میگذره رژیم صهیونیستی حماقتی انجام داد علیه سفارت ایران حمله ای که شما بهتر از من در جریانش هستین اخبارش هم احتمالا پیگیری میکنید و تیروترکشهایی که داشته عمده کسانی که در فلسطین اشغالی هستن اول تصورشون این بود که خب احتمالا امشب میخواد ایران یه ضربه بزنه یه خورده گذشت یه خورده اومدیم جلوتر طولانی شد طولانی شد طولانی شد بعد اینا فرصت پیدا کردن فکر بکنن فرصت پیدا کردن فکر بکنن نشستن دورم آقا عجب اشتباهی کردیم آقا این همه درگیری داری این همه اتفاق چرا سفارت ایران چرا باید با ایران ای همین رو همین باید اتفاق افتاد من می‌خواستم فرصت پیدا بکنی بری تو اتاقت بشینی به کارهای فکر بکنی همین وضعیتی که الان داری این کارشناس‌هاشون چهره‌هایی که دارن و برخی مقامات سابقشون الان وقتی درباره این مسئله صحبت میکنن میگن یک حماقت بود یک حماقت بود حمله به سفارت ایران بعد بعضیاشون که یه خورده زبده ترن میگن یه قماری بود که انجام دادیم گفتیم میزنیم شد شد نشد نشد ساکت وایستاد نگاه کرد که فبها ها اگرم نشد و ضربه زد که حماقت بوده دیگه نباید این کارو میکردیم یکی از چهره هایشون که این روزها اثر نظرهاش در خصوص حمله به سفارت ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته اساق بریک هست میخوایم بخشی از صحبت های این جنرال بازنشسته رو با هم دیگه بررسی بکنیم من من باید یه نکته ایرم خدمت شما عرض بکنم من این روس ها از بین چهره های مطرح رژیم صهیونیستی چه ژنرال هاشون چه چهره های امنیتیشون مثلا زیاد میشم که میگه اینجا اشتباه کردیم این کار نباید میکردیم این کار نباید میکردیم اینو من میفهمم اینو من میفهمم و درستم هست درست دارن میگن رژیم اشتباه بازی کرده چیزی که من نمیفهمم اینه تو اگر مسئول بودی چیکار میخواستی بکنی اینهایی که الان در فلسطین اشغالی تاکید میکنن میگن سیاست رژیم ارتش رژیم و سرویس اطلاعاتیش غلطه و خودشون قبلا تو این دستگاه بودن الان ایده ای دارن یا نه صرفا منتقدن این چیزی هست که من خیلی دوست داشتم بتونم درکش بکنم امیدوار هستم کسانی که رصد کننده فضای ابری هستن تلاش بکنن در این حوزه به نتایجی برسن ببینیم که آیا آ, کسان دیگری که این حرفا رو میزنن ایده ای دارن یا صرفا منتقدن بریم با هم بررسی بکنیم صحبت های رو برمیگردیم نکاتی دارم مفصل ارسام کرد چه ملخما و اخلیت تا به مقبیل لتکفه של ازا مציע گالان <אנת> לביבי, ל... 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 ראש הממשלה, להתקיף את החיזבאללה במקביל. לך אני אומר, זה הם מציעים אחרי שהם כבר שמעו מהצוות שלי וממני, שעתיים אצל כל אחד. למה היום להתקיף את החיזבאללה, כשאנחנו לא הכנו את העורף ולא הכנו את הצבא, זה מכת מוות למדינה? מה יקרה? תתן מכה אחת, ואחרי זה תחטוף את כל האזור. אלפי תלמידי יום. הם אז הבינו. אז למה פתאום ממליצים ללכת לגיהנום הזה? خیلی خوب بخش از این ویدیو رو دیدیم اجازه با هم بررسی کنیم میگه وقتی جنگ در گرفت و ارتش تصمیم گرفت به غزه حمله کند وزیر امنیت گالانت و رئیس ستاد کل به نتانیاهو پیشنهاد دادن که همزمان به حزب الله هم حمله بکند این پیشنهاد را بعد از آن دادن که از تیم من و خودم در جلسه دو ساعته با هر کدام شنیده بودند چرا امروز باید به حزب الله حمله کنیم در حالی که خودمان و ارتش را آماده نکردیم این بلای مرگباری برای کشور است چه خواهد شد یک ضربه بزنی بعدش که از کل منطقه هزاران موشک در روز به سرت فرود خواهد آمد آنها آن موقع این را درک نکردند اما چرا یک دفعه میروند سراغ این جهنم من دو تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم نکته اول این که یادتون هست اول برنامه خدمت شما عرض گفتم دوست دارم بدونم که اینا صرفا منتقدن یا اگه خودشون در رأس بودن مسئول بودن راهکاری داشتن برای این وضعیت میگه آقا داریم عمل میکنیم در مقابل ایران تو بودی چی کار میکردی؟ سوال من نیست وزیر جنگ رژیم و مقامات امنیتی رژیم رفتن با این جلسه گذاشتن نه چون این آدم مهمیه ها رفتن نظرات اونایی که مخالف هستن یا در قدرت نیستن رو بشنون بعد میگه اومدن پیش من من گفتم حمله نکنید به لبنان با لبنان درگیر نشید با بقیه درگیر نشید ما نمیتونیم این همه موشک و پهباد و اینا رو در آسمون تحمل بکنیم بعد میگه مگه من تو اون جلسه نظرمو نگفتم که گفتم این کار نکنی حالا شما رفتی سراغ خود ایران بله رفته سراغ خود ایران میدونی چرا رفته سراغ خود ایران وایس تو من برای تعریف کنم چرا در فضای شبکه اجتماعی در ایران شما هشتگ فارسی نمیدیدی دیگه علیه حکومت داغ بشه یا اگر داغ میشد توی این شش ماه نمیتونست فضای مملکت ما رو بریزه به هم به خاطر اینکه اینجوری که تو میگی کارفرما درگیر در فلسطین سایبریای فارسی زبانش هم درگیرن یه خورده ویژه تر باید نگاه بکنی در فلسطین که درگیر اصلا شکی درش نیست بودجش داره اونجا خرج میشه اصلا شکی درش نیست بس اینجاه من دارم روی ساخت یه پروژه کار میکنم در بستر فضای مجازی که این پروژه تب کننده جنایت من علیه ایران باشه یعنی چی یعنی اگر حمله کردن به کنسولگریش قبلش مسیر رو در فضای فارسی زبان هموار کرده باشم که بخشی از طرف من بگن خوبه این کار کار خوبیه اون پروژه چیه؟ اون هشتگ چیه؟ سر مار در ایران است. یادتون هست و فروشای ما قبل از اینکه این, این ماجراها رخ بده و قبل از اینکه اینا حمله کنن به کنسولگری ایران داشتن هموار میکردن در حوزه فضای مجازی رو به پهلوی و بقیه همینه که رفتن تلمس کردن در محضر نتانیاهو در محضر خوشحال شونده از کشتار هامان و امثال اینها از کشتار ایرانی ها رفته بودن زانو زده بودن جلوی اینا داشتن روی این هشگا کار میکردن که هموار کننده مسیر باشه برای تنش با ایران در مسئله کنسولگری ایران این میگه من گفته بودم این کار رو نکنید من گفتم این کار نکنید ولی اینا بلند شدن رفتن سراغ اصل قضیه یعنی ایران ادامه شو ببینیم لما ادوار ازه اومنت بخلال و این مکان הולך למה שקרה עם, זה סוריה, עם הקונסוליה האיראנית בסוריה. קונסוליה, זה כן. זה המרכז צבאי. אתה יודע למה זה מזכיר לי? שאתה הולך ביום חמסי נורא, רואה אגם מים, אתה לא יודע לסחוט, ואתה קופץ לתוכו בשביל קצת להתקרר בשניות הראשונות, זה כיף לך, אבל אחרי זה אתה תובע. זה בערך מה שהם עשו. כשאתה מחליט להכות בסוריה, קונסוליה איראנית, וגם אם הצלחת להרוג את הבכירים שבהם ביותר, اذا تصريح لحشوف ماشلחותش ده ما مشموعات كيقول که شات لخايه اديره الحساب والجينوم خلخ بخش از این ویدیو رو دیدیم اجسد توام برسه کردن میگه چرا اصلا چنین پیشنهادی داده شده از اینجا سراغ اتفاقاتی میروم که در کنسولگری ایران در سوریه افتاد این اتفاق من را یاد این میاندازد که در یک روز وحشتناک گرم به یک دریاچه آبی میروی تو شنا بلد نیستی ولی داخل آب میپری تا کمی خونک بشوی. در های اول بهت کیف میدهد. اما بعدش غرق میشوی این تقریبا همان کاری است که آنها کردند وقتی تصمیم میگیری در سوریه به کنسولگری ایران حمله کنی حتی اگر موفق شوی عالی ترین افراد حاضر در آن را بکشی باید به این فکر بکنی پیامدش چیست دقیقا بس بر سر همینی که آقا تو حمله کردی نفهمیدی چی میشه تو الان ده شب هر شب داری میمیری چهارده شب هر شب داری میمیری و این ادامه داره تو نفهمیدی چی داره اتفاق میفته برای خیلی ها در فلسطین اشغالی در حال حاضر این سوال داره از ذهنشون در اذیت میکنه که خب فرمانده ایرانی رو زدی در چه صد میخوای فرمانده ایرانی رو مود هدف قرار بدی که تصمیمات اینها عوض بشه مثلا قاسم سلیمانیشون رو بزنی خوبه بری خود رو ورد پهباد ورداری بلند کنی در آسمان قاسم سلیمانی رو بزنی دست با کفایتش جدا بشه کلی جک بسازی در, در شبکه هایشون. خوبه این کار رو بکنی بعدش ایران رفتارش عوض میشه نقشه راه هم. اصلا چیزی تغییر نمیکنه مدل تغییر نمیکنه به خاطر اینکه دیگه فرد محور نیست محور مقاومت در مسئله سوریه هم همینه میگه که آقا این مشخص بود که تو به هیجا نمی‌رسی مثل یه آدمی که میدونه گرمشه میخواد بره تو آب خنک بشه ولی نمیفهمه که شنا بلد نیست و میره غرق میشه بسیاری از کارشناسا امروز بر این باور هستن که نتانیاهو فلسطین اشغالی رو در این وضعیت قرار داده بریم ادامه‌اش رو ببینیم حیات و گنوم یا ואם אתה את זה לא הבנת, ולקחת הימור על המדינה, וזה מה שעשית, ועוררת עכשיו את האיראנים לא מרבצם, כי הם מתעסקים עם כל החבורה סביבנו, אבל הם בעצמם נכנסים לתמונה, כולל מה שמבטיחים על איזה תגובה, שיכולה להפוך למלחמה אזורית מבלי שאתה שולט עליה, ואם גם לא תיפתח, היא תיפתח אחרי זה, כי משתנים כאן הכללים של הפעולה של המזרח התיכון נגדנו מאז ועד עולם. دی کن استستالی ده اولم نکوده شی ازمی فلل قطع اسرائیل به غمه اخی خمغشچ. خیلی خوب بخشی از این ویدیو رو با همدیگه دیگه دیدیم میگه که معنایش چیست؟ این اتفاقات چه معنایی داره چون ممکن است اتفاق عظیم این بیفتد و بعدش به جهنم و بعدش جهنم به سراغ ما بیاید اجازه ادامهش رو با هم دیگه ببینیم. و اگر این را نمیفهمی و روی این کشور قمار کنی، کاری که انجام داده این است که حالا ایرانی ها رو تحریک کردی و اگر این را نفهمی ایرانی ها رو تحریک کردی ایرانی ها زمانی که خشمگین بشن وارد یک قمار میشن علیه ما اقدام میکنن نمیگویم با دار و دسته آنها چون آنها همین الان با ما در اطراف درگیر هستن ایرانی ها خودشان وارد صحنه میشوند. از جمله وعده ای که آنها می این است که تبدیل به جنگ منطقه می که تو با آن تسلط نداری من این نکته رو داخل پرانتز بگم میگن که آقا مثلا جنگ منطقه بشه به ضرر ایران به نفع رژیم صهیونیستی به ضرر رژیم صهیونیستی من که حالا به داستان داستانم رو طوری تعریف کردم که جنگ محدود باشه در یک جغرافیایی محدود باشه در یک جغرافیایی همینجوری بازی داره پیش میره دیگه میدونیم داریم چیکار میکنیم دنیا دست ولی به ضرر توئه مسئله بشه اینهایی که در فلسطین اشغالی کارشناس هستن قبلا مسئول بودن این رو به خوبی میفهمند. میگه وقتی جنگ داره گسترده میشه به ضرر ما ایرانی ها خودشان وارد صحنه میشن این جنگ یک جنگ منطقه‌ای میشه تو نمیتونی برش تسلط داشته باشی اگر هم جنگ شروع نشود بعد از آن شروع میشود که همه قواعد عمل در خاورمیانه علیه ما تغییر کرده باشد آن وقت این برای همیشه در تاریخ خواهد ماند که این کار نقطه عطفی بود که بدترین شرایط ممکن را برای اسرائیل ایجاد کرد آها این از این مثلا میترسه میدونی این حرف حرف قشنگی میگه که تو اقدامی که انجام دادی ممکن هست بخشش اصلا به اینجا منجر بشه که در طول تاریخ ثبت بشه که صهیونیستها رفتن یه جایی یه سفارتی رو زدن بعدش براشون فلان و فلان و فلان و فلان اتفاق افتاد و افتادن تو فلان مسیر میگه این برای ما اگر ثبت بشه در تاریخ پیامدهای وحشتناکی داره و اینها حرف درستیه سهیونستان میدانند که در چه مسیری متاثر از حماقتهای نتانیاهو و احمقهای افراتی دوروبرش افتادن. ولی عمقش هنوز زک نمیکنن می باید بریم جلوتر ماجرا خواستر خواهد شد اگر موافق باشید این برنامه رو همینجا متوقف میکنم ایران 14313 پول ارتباطی من و شما هست پیامهاتون نکاتتون رو حتما برای من بفرستین کمک بکنید که برنامه خودتون با پیام های شما کامنت بشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی دارم وقتتون بخیر